توی این جلسه میخوایم ادامه امکانات دوربینی که ویره در اختیار ما قرار میده رو با هم دیگه مرور بکنیم و ببینیم که ایزو و شاتر و تنظیمات دیگه مثل اپرچر چه تأثیری توی میزان روشنایی و در کل چه تأثیری توی عکس نهاییمون دارن سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه ارشد عبدالکریمی هستم توی این جلسه میخوایم ادامه ابزارهایی که توی جلسه پیش با هم کار کردیم رو ادامه بدیم ابزارهایی که بیشتر و غالبا مربوط به دوربین میشن و میخوایم ببینیم چه تأثیری توی رندر نهاییمون دارن خیلی خوشحالم میکنید اگه این ویدیوها براتون مفیده برای بقیه افرادم بفرستید تا افراد بیشتری بتونن از ویدیوهای ما استفاده بکنن و ما هم ریاکشن بیشتری بگیریم و تشویق بشیم به ادامه ساخت این ویدیوها ما بازم ازتون تشکر میکنم بریم سراغ مطالب این جلسه آخرین مطلبی که توی جلسه پیش با هم دیگه کار کردیم مطلب فوکال لنز بود که میزان گو... میزان درجه ای رو با ما مشخص میکرد که توی کادر دوربینمون قرار میگرفت یک بار دیگه با همون ابزار کار میکنیم و بعد وارد مباحث جدیدمون میشیم گفتیم هم میتونیم بچه ها میزان درجه ای که از توی لنز دوربین قابل مشاهده است رو تعیین بکنیم ببینید هرچی من این درجه رو اینجا تکون میدم این کادر دوربین بچه ها. ببینید خود تو d مکس داره خودش به ما نمایش میده که شما چه کادری رو توی عکست داری وقتی من این درجه رو کوچیک میکنم به اصلا انگل of ویو تأثیرش رو میتونید توی عکس نهاییمون و توی قاب نهایی که داریم ببینید میتونیم هم اگه با درجه نمیخواید کار کنید با همون فوکال و با میلیمتر کار بکنید تا بتونید تصویری که میگیرید توی همون قاب و توی همون کراب بسته تر یا بازتر بشه این نکته آخری بود که توی جلسه پیش با هم کار کردیم اولین نو... سه تا نکته مهم هست پس توی این جلسه که راجع دوربینه و شاید قبلا شنیده باشید اگه عکاسی کار, کار کرده باشین و اگر عکاسی کار نکردین این توضیحات در راجب خود دوربینه یعنی میتونید توی عکاسی هم ازش استفاده بکنین گفتیم توی ویری همه چیز به مبنای واقعیت و دوربینش هم داره این دوربین واقعی عمل میکنه یه عکسی براتون آماده کردم که توی اون عکس تاثیر هر کدوم از آیتم ها رو داره نشون میده خب ببینید ما یه مفهومی داریم به اسم اپرچر اپرچر میزان روشنایی و یا تیرگی عکسی که ما می... یعنی یکی از پارامترهایی که میتونه روشنایی و تیرگی عکس ما رو تعیین بکنه چجوری جوری ما پرده داریم به اسم پرده دیافراگم هرچی این پرده بسته تر میشه خب میزان دریافت نور ما کاهش پیدا میکنه اما غیر از این روی یک المان دیگه هم تاثیر داره که بهش میگن دپس آفیل دپس آفیل یعنی حوزه ای از عکس که توی اه اه محدوده فوکوس قرار میگیره الان خود شما دارید بنده رو توی این لنز دوربینی که من دارم ملاحظه میکنید لنز دوربین من که شما دارید باشین تصویر میبینید 50 میلیمتره خب 50 میلیمتر گفتیم این مفهومیه که به فوکال لنز بستگی داره اگه این ویدیو رو با ویدیوهای قبلی که من ضبط کردم مقایسه بکنید بینید که لنز دوربین من بسته تر شده ویدیوهای قبلی که می‌گرفتم با لنز 25 میلیمتر بود ویدیوهایی که توی یه اتاق دیگه هم می کردم. اگه برید اون ویدیوها رو ببینید متوجه میشین که الان لنز دوربین من چه فرقی با اون موقع کرده کاری که شما داره می می‌بینید بسته تر شده این همون تاثیر فوکال لنزه در عین حال غیر از این فوکالنس که تغییر کرده یه چیز دیگه که تغییر کرده میزان بوکه شدن و محدوده ای که دارین شما به صورت واضح میبینید الان توی ویدیویی که شما میبینید خود لبه های این لپتاپ و حتی دست من وقتی که به دوربین داره نزدیکتر میشه داره هی ماتتر میشه به اصطلاح بلر میشه خب این اتفاقی که توی دوربین های حرفه‌ای میفته یعنی عملیات فوکوس و فولو صورت میگیره شما میخواین یه سوژه رو خیلی توی عکس نمایان بکنید میاد اون, اون فرد یا اون سوژه رو میاد توی محدوده فوکوستون قرار میدید خب حالا هرچی این عددی که ما اینجا داریم عدد افمون بیشتر باشه این در پرده های دیافراگم این جمعتر میشه نور کمتری میرسه اما در عین حال تاثیر دیگه که روی تاثیر دیگه که غیر از نور داره همین محدوده‌ای که توی حوزه فلو و فوکوس قرار میگیره الان من روی f 8 دارم از خودم فیلم میگیرم ببینید f1.8 حدودا میشه توی این دامنه خب پس پرده های دیافراگم من باز شده خب و وقتی دیافراگم باز شده باعث میشه که محدوده کوچیکتری توی فوکوس قرار بگیره مثلا الان دست من و لپتاپ ماته یعنی تا یه حدی بلر شده اما صورت من توی ویدیویی که شما میبینید کاملا واضحه حالا هرچی من با این عدد f بازی بکنم مثلا fم تو عکس هم الان داریم می‌بینی. مثلا اف بشه 32 وقتی اف هم بشه 32 دیگه این محدوده خیلی بازه یعنی هیچ فلو فوکوسی تو این فاصله که شما تو لنز میبینید تغییری نمیکنه یعنی تقریبا از نزدیکی خود دوربین تا مثلا شاید حدود 2 متر عقب از من همه چیز فوکوسه یعنی هیچ چیزی فلو نشده اما الان چون من عدد F رو خیلی آوردم پایین روی F یک و 8 گذاشتم باعث شده که خود من الان کاملا واضح باشم و این لپتاپ با اینکه فاصله کمی از من داره تا حدی مات شده باشه این تأثیریه که F روی عکس داره یعنی در از دو تا تأثیر داره یکی این محدودهی که داره فکوس میشه یعنی محدوده که مشخصه تأثیریش هم روی نوریه که داره به لنز و روشنی یا تیرگی عکس ببینید اینجا دقیقا اومده به ما نشون داده و مقایسه کرده من از روی این عکس بهتون نشون میدم ببینید توی اف همین اتفاقی که حدودا داره توی لنزی که من باش فیلم برداری میکنم می، می میفته کاملا سوژه واضحه و از یک فاصله کمتر یعنی یه دامنش خیلی کوچیکه و بلا فاصله از یه دامنه که خارج از حوزه فکوسه همه چیز بلار میشه ببینید کاملا محبه حالا هرچی این اف میره بالاتر ببینید اون پشت مثلا اون کوهی که توی اون عکس پشت فقر داره هی داره واضح میشه میرسه تا اف 32 که تقریبا انگار دیگه خیلی محدوده بزرگه و تقریبا هیچ چیز دیگه فلو نیست این تأثیریه که داره این F روی عکس ما میذاره تأثیر دیگه هم روی تیرگی و روشنی عکسه ببینید اینجا باز تو این یکی عکس اومده تأثیر تیرگی هم گفته ببینید مفهومی هست به اسم اپرچر این هرچی لنز ما ببینید داره بسته تر میشه توی این عکس هم هرچی ببینید پایین لنز بسته تر میشه در این حال نگاه کنید توی این محدودهی که نشون داده شده باعث تیرگی یعنی تاریکی و روشنایی عکس میشه این عکس رو هم من در اختیارتون قرار میدم میتونید یا میتونید اسکرین شات بگیرید از صفحتون و اینو داشته باشین خیلی بهتون کمک میکنه تا بتونید همیشه تاثیر میزان اف و همچنین تاثیر نکات دیگه که بهتون میگم مثل ایزو و شاتر رو توی تصویر تولیدی نهاییتون ببینید نکته ای که حالا توی این جلسه یعنی توی اولین بخش بهتون گفتم در رابطه با فاصله کانونی یا همون اف بود ما میتونیم همینجوری بعدش بریم وارد محیط 3D بشیم و تأثیرش رو توی رندرمون ببینیم. بچه وقتی وارد وقت رندر ستاپ میشیم این بخش رو قبل توی جلسه پیش باش آشنا شدیم. ببینید یه این بالا یک سری مشخصات در اختیار ما قرار داده. مثلا شما میتونید تعیین بکنید که ویرایتون با استفاده از سی رندر بگیره یا نه اصلا کلا با یه پلاگین دیگه ای میخواد رندر بگیرید یا اینکه با ویرایی بگیرید که از طریق جی رندر میگیره. این بستگی به سیستمتون داره بچه اگه جی پی تون قوی تر از سی پی تونه اینو بزنید روی ویره جی پی و اگه سی پی تون قوی تر اینو بزنید روی ویره اینکس خب تنظیماتشون تقریبا مثل همه یه سری تفاوت های کوچیک دارن که این تفاوت هم داره کم کم با نسخه های جدید ویری از بین میره نسخه ویری که الان دارم باهاتون کار میکنم نسخه 4 و 3 ویری نکست البته ویری 5 هم الان اومده که تو این تنظیمات تفاوتی نداره یعنی چیزایی که تو این جلسات داریم با هم آموزش میبینیم هیچ فرقی نداره شما ویری 5 دارین یا ویری 4 و 3 هر جا برسیم به نکته ای که تفاوت ایجاد شده باشه من بهتون میگم و میتونیم مثلا با اون یکی ویری کار بکنیم من الان روی همون ویری نکس میذارم یه بخش دیگه داریم بچه‌ها ویو تو رندر خب این بخش داره به ما میگه که شما کدوم نما رو میخوای رندر بگیری الان روی پرسپکتیو من وقتی رندر رو بزنم نمایی که میاد واسه من شروع میکنه عملیات رندر گیریش ناگهان نمای پرسپکتیومه اما من میخوام الان فعلا نمای نما بگیرم میتونم بیام از این بخش فیزیکال ببینید میخوام این نما رو رندر بگیره فیزیکال کامرا یک میام اینجا و فیزیکال کامیرا یک رو انتخاب میکنم هر وقت من روی نمای دیگه کلیک بکنم ببینید بچه این وقت شروع میکنه به تغییر کردن اگه همیشه میخواید با همین دوربین رندر بگیرین یعنی فعلا تا زمانی که این شاتتون بسته نشده میخواید مرتب با همین دوربینتون رندر بگیرین میتونیم بیاریم بذاریم تو فیزیکال کامیرا و اینجا این لاکو رو اینجوری قفل میشه الان دیگه من برم تو نماهای دیگه ببینید این اسم اینجا عوض نمیشه الان وقتی ما رندر رو بزنیم ببینید میاد رندر رو از محدوده همون این بخش میگیره یعنی محدودی که مشابه فیزیکال کامرا اگه شما سفید یکی روشنایی زیاد عکس الان که خب باش کار میکنیم تا تنظیم بشه یه نکته دیگه وجود داره من فعلا توی بخش اولیه اومدم به اصطلاح یک متریال سفید رو به کل کار دارم این که میبینید سفیده و مثلا توی محیط جسم تکسچر دارم بخاطر به خاطر یه آپشنیه که بعدم بهتون میگم ما همیشه وقتی میخوایم رندر بگیریم میتونیم اول بیایم ببینیم نورمون درسته یا نه و همه چیز محیطمون رو سفید بکنیم بعد اینکه نورمون رو درست چیدیم و دیدیم سایه ها مناسبن تکسچر رو اضافه میکنیم به رندرمون این سفید بودن خود متریال ها به خاطر یه آپشنی که توی ادامه بهش میرسیم فعلا تمرکزمون فقط روی نوره خب همونجور که میبینید الان عکس خیلی سفیده خب شما بهتر اول تنظیمات دوربینتون رو روی حالت دیفالت قرار بدین حالت دیفالت افش رو میتونیم بذاریم روی 8 ایزوش رو مثلا بذاریم روی 100 ببینید این آپشن ها همه توی عین دوربین واقعی ایزو رو میذاریم روی 100 شاتر رو هم به طور مثال میذاریم روی یک دیویستون اینا این بخش خب شاتر رو میذاریم واحدش رو میذاریم یک بر ثانیه خب میتونید با واحدهای مختلف اینجا کار بکنید بچه ها. من میذارم یک بر روی ثانیه وقتی میذاریم روی مثلا یک دیویسوم یعنی پرده شاتر حالا شاتر رو جلوتر با هم کام یعنی پرده شاتر توی یک دیویسوم ثانیه باز و بسته بشه خب الان من میام یه رندر دیگه میگیرم ببینیم تاثیرش چیه ببینید بچه ها کار من الان نسبتاً بهتر شد یعنی من دارم جزئیات بیشتری رو میبینم خب اگه هنوز دچار تیرگی شده من میام با این عدد F بازی میکنم ببینید ما گفتیم هرچی F داره کوچکتر میشه لنز بازتر میشه و در عین حال داره روشنایی بیشتر میشه من F رو الان میذارم مثلا روی F مثلا چهار ببینیم چه فرقی میکنه ببینید بچه ها هی تصویر داره روشن و روشنتر میشه چرا به خاطر همون گوشودگیه دیافراگم مونه که هی داره تصویرمون روشن تر میشه خب پس با تاثیر F و عدد F آشنا شدی ها همونطوری که بهتون گفتم F یعنی تکون دادن اون عدد F فقط روی میزان روشنایی تاثیر نداره تو میزان فلو و فوکوس ما هم اثر داره محدوده که تو حوزه وضوح قرار میگیره یعنی روی اون حالا آمر هم اثر داره حالا اون محدوده رو ما از کجا میفهمیم بچا ببینید تو پرسپکتیو وقتی من دارم تکون میخورم نگاه کنید اینجا کل کار منه خب ببینید یه نقطه ای که تارگت من هست یه نمای این دوتا کادر هم وجود داره که هم فاصله دارن دقت کنید بچه من وقتی دارم با این عدد F بازی میکنم نگاه کنید این دوتا کادر این جلوی و این عقبی هی دارن به مرکز تصویر من که دقیقا تارگت قرار داره نزدیکتر میشن خب این دقیقا کاریه که داره دپس آف فیلد انجام میده من اگه بیام از بخش پایین اینیبل دپس آف فیلد روشن بکنم دپس آف فیلد یعنی اینکه شما به ویره میگی عین دوربین واقعی این فلو فوکوس رو انجام بده این دل بخواهی بچه و شما میتونید افتون رو تکون بدین اما اثری روی دپس آف فیلد نداشته باشه یعنی اصلا نمیخواین هیچ جایی بلار بشه خب میتونین این قابلیت رو کلا خاموش کنین اتفاقا تو صورت رندرتون هم خیلی اثر داره یعنی رندرتون رو زودتر میگیرید اما خب توی واقعیت خیلی جذابه که ما توی عکسامون عین دوربینای دی اس الار رفتار بکنیم یعنی یه بخشی توی حوزه وضوح قرار بگیره یه بخشی مات بشه به خاطر همین اینیبل دس آف فیلد رو روشن میکنیم و وقتی روشنش میکنیم ببینید میاد این دوتا رو به من نمایش میده و وقتی با عدد اف بازی بکنم خب ببین هر چی من داره لنزم به عدد پایینتری نزدیک میشه مثلا میرسه به همون f 1 این محدوده که فاصله بین این کات و این کارد یعنی فاصله بین این دوتا مستدی محدوده که واضحه محدوده, های محدوده جلوتر از این و محدوده پشت این میشن بخشهایی که مات هستن من ببینید هی کوچیک و کوچیکترش میکنم نها این دیگه یه دپس آف فیلد خیلی زیاده خب یعنی اینکه دقیقا فقط جایی که تارگت من قرار داره وضوح تصویر هست جلوتر و عقبترش همه چیز مات میشه این به شما کمک میکنه تا اون حوزه ای که توی دپس فیلدتون و توی وضوح قرار میگیره رو بهتر پیدا کنید میشه فاصله بین این مستطیل و این مستطیل که با همین میزان F قابل تنظیمه من دوباره باش کار میکنم ببینید هی داره فاصلهش زیاد و کم میشه تاثیر دیگه هم که با هم بررسی کردیم روی مقدار روشنایی و تاریکی بود. آیتم بعدیمون بچه که روی نور تاثیر داره شاتره شاتر بچه احتمالا شنیدی سرعت شاتر رو توی عکاسی اصطلاحش به گوشتون خورده لحظه که دو تا پرده از بالا و پایین دوربین میان به همدیگه یعنی پر لحظه ای که پرده اون پرده شاتر باز میشه نور میرسه به دوربین و لحظه بعد بسته میشه خب هرچی این لحظه خب زودتر باشه یعنی مقدار زمانی که این پرده باز میشن و بسته میشن سریعتر رخ بده خب مقدار نور کمتری میرسه خب یعنی اگه این دوربین خیلی آروم باز بشه پرده شاترش و بعد خیلی آروم بسته بشه نور خیلی زیادی میاد تو تصویر خب این یکی از قابلیت هایی که شاتر به ما میده قابلیت بعدیش توی تکون دادن آبجکته مثلا شما دیدید از یک ماشینی که در حال حرکت یک عکسی گرفته میشه که ماشین خیلی شارپه خب اما اگه توی اونجا ما شرط شاتر رو زیاد بکنیم ماشین یه حالت بلری پیدا می‌کنه انگار موشن و حرکت توش میفته باز توی این عکسی که براتون آماده کردن تفاوتش معلومه ببینید بچه‌ها این شاتریه که یک هزارمه یعنی یک هزارم ثانیه این پرده شاتر باز میشه بسته میشه خیلی سریه خب به خاطر همینه که میبینید جس توش خیلی قشنگ فریز شده خب اما وقتی این سرعت شاتر هم میاد بالاتر میرسه به یک دوم عملا خیلی اسلو میشه یعنی تو یک دوم ثانیه یعنی تو نصف ثانیه این پرده میاد بالا بسته میشه خب توی این زمان هم نور خیلی زیادی به ما میرسه یعنی تصویرمون خیلی روشن میشه چون این پرده شاتر پرده که به نور حساسه وقتی این خیلی زیاد بازه نور زیادی میرسه اصلا عکستون سفید سفید میشه خب غیر از اون اگه یک جسمی توی عکسم در حال حرکت باشه ببینید خیلی نامفهوم میفته یعنی حرکتش مشخص میشه خب اینم پس متوجه شدیم که شاتر هم دو تا تاثیر داره باز یه تاثیر روی روشنایی و تیرگی بود یه تاثیرش توی این حرکت و موشنه که حرکت شما انگار مسیر توی عکس بیفته یا اینکه نباشه بریم با هم تاثیر شاتر رو هم توی محیط واقعی تریدی مکس ببینید بچه دیدین که ما میتونستیم وقتی دپس آف فیلد رو میتونستیم رو روشن یا خاموش بکنیم که تاثیر اف فقط روی روشنایی باشه همین قابلیت برای شاتر هم هست یعنی شما میتونید وقتی شاتر رو هم تکون میدید تعیین بکنید که آقا میخوای موشن بلار باشه یا نه موشن بلر به همین چیز میدن به همین حرکت موشنی که گفتیم یعنی اگه شما مثلا بیاین شاترتون رو خیلی عددش رو کم بکنید روی یک دوم میتونید انتخاب بکنید که این حالت توش رخ بده یعنی حرکت توش معلوم باشه یا نباشه اگه اینجا بیاین این اینیبل موشن بلا رو روشن بکنید این حرکت موشن و این حرکتی که انگار سایه جس پشت سرش میفته مشخص میشه حالا ما فعلا میخوایم تاثیرش روی روشنایی ببینیم الان شاتر ما روی یک 200 من یه بار دیگه رندر میگیرم خب همون حالت قبلی داره واسه ما البته نه تنظیمات رو عوض کردیم داره یه تصویر روشنتر به ما نمایش میده خب الان من میام سر... شاتر رو سرعتش رو عوض میکنم گفتم هرچی سرعت شاتر سریعتر باز بسته بشه نور کمتری میرسه یعنی عکسمون تاریکتر میشه من به می جای یک دیویس روی یک هزار دوباره میگیریم ببینید چه تأثیری داره ببینید بچه دوباره تیره تر شد هی hey, تیره تر میشه هی hey, تیره تر میشه هرچی این پرته شاتر سریع تر بسته بشه رو داریم توی عکس نهاییمون میبینیم میرسیم به عامل سوم اون بچه عامل سومون ایزو ایزو تنها عاملیه که فقط روی روشنایی اثر داره یعنی روی همین روشنایی و تاریکی دیگه مثل شاتر نیست که مثلا روی موشن بلر اثر بذاره یا مثل اپرچر و مثل فوکال لنس نیست که توی علاوه بر روشنایی و تیرگی روی مقدار فول و فوکوس و دامنه فاصله کانمون هم اثر بذاره ایزو خوبیش اینه که فقط روی روشنایی و تاریکی اثر داره اما توی واقعیت یک ضعفی داره ایزو که توی تریدی مکس و ویره این ضعف رو اصلاح کردن یعنی یه ضعفی که مزاحمت داره واسه ما اون ضعف اینه که وقتی شما عدد ایزوتون رو خیلی میبرید بالا مثلا شما میخواید توی شب عکاسی بکنید معمولا وقتی توی شب میخوان عکاسی بکنن میان ایزو رو میبرن خیلی بالا یعنی حساسیت دوربین به نور رو افزایش میدن خب اتفاقی که میفته اینه که عکس روشنتر میشه اما اثر بدی داره یعنی دوندون میشه عکس خب الان من توی باز توی همون عکسی که آماده کردم تاثیرش این ببین ایزو 50 ایزو 100 تا ایزو مثلا 250 اینا ممکنه خوب باشه باز به محیطتونم هم ربط داره اما نگاه کنید وقتی عدد ایزو خیلی میره بالا نگاه کنید اینجا نشون داده شده خب انگار تصویر ما دوندون میشه مثلا توی نقاطی ازش از از که تاریک تر هم هستن یعنی درسته که شما نور بیشتری دریافت میکنی اما در ازای این نور بیشتر خیلی تصویرت دوندون میشه و به اصطلاح نویز میفته. بنابراین ما خیلی با عدد ایزو معمولا کار نمیکنیم واسه اصلاح روشنی و تاریکیمون یعنی توی یه دامنه کوچیکی باش بازی میکنیم سعی میکنیم با عوامل دیگه مثل شاتر یا همون اپرچر به یک برایند مناسبی بین چند تا آیتم برسیم اما توی ویره گفتیم این ضعف وجود نداره چون حالا درسته بر مبنای واقعیته اما خب وقتی توی واقعیت یک عاملی ما رو اذیت میکنه میتونیم بیایم توی ویره خب اون عامل رو اصلاح بکنیم الان من دوباره به محیط تیردی مکس برمیگردم الان دیدیم بچه ها رندر آخری که گرفتیم یا همچین حالتی داره خب مثلا من میام حساسیت دوربین و ایزو رو افزایش میدم الان ایزومون روی صده من ایزو رو وقتی بذارم روی هزار یعنی اینکه حساسیت به نور خیلی زیاد شده و احتمالا عکس من باید سفید تر بشه ببینید خیلی عکس من به اصطلاح سفید شده و به اصطلاح سوخته یعنی روشنایی بیش از حد داره خب عکس قبلیم روی یک صدم بود حالا میام کمترش میکنم میذارم روی مثلا ایزو رو میذارم روی 50 الان بعد من هی تاریک تر بشه خیلی تاریک بشه ببینید این الان ایزو پنجاهه که هی داره تصویر من و کل محیط ما هی تاریک تر میشه این هم اثریه که ایزو میذاش روی رندر نهایی ما یه نکته دیگه هم میخوام بچه بهتون بگم در رابطه با پرسپکتیوی که توی عکس میبینید یکی از بخشایی که ما توی بخش مادیفای دوربین در اختیارمون هست خب ببینید این تنظیماتی که داریم بچه اگه صفحتون مثل من این شکلی نیست توی تیریدی مکس تو آموزش تیری گفتیم که چجوری میتونید محیط کاریتون رو این شکلی بکنید یعنی دو تا صفحه داشته باشین برای کنترل تنظیمات ولی آپشن ها همینجوری فرقی نداره ما توی بخش فیزیکال کمرا بودیم یه آپشن دیگه بچه که توی مودیفایرای دوربینمون وجود داره یه بخشی به اسم پرسپکتیو کنترل این چیکار میکنه من منو رو باز میکنم ببینید بچه ها. این تصویر من الان این شکلیه یه گزینه روشن بود از اول به اسم اتو خب وقتی شما یه دوربین ایجاد می کنید مخصوصا اگه دوربینتون از نمای خیلی پایینی به جسم نگاه بکنه ببینید من الان دارم اینجوری می خب ببینید به طور واقعی ما وقتی از یه جسمی عکس می گیریم یا وقتی مثلا می با دست یه فضای و شبیه سازی بکنیم پرسپکتیو ما سه نقطه ایه یعنی یه سری خطو دارن به این سمت میرن یه سری خطو به نقطه دوم میرن یه سری خطوط عمودی هم دارن که به اصطلاح اگه با پرسپکتیو آشنا به نقطه سوم میرن یعنی خطوط عمودی ما دقیقا موازی همدیگه نیستن ببین الان این خط دقیقا موازی این نیست تو یه جای ارتفاع خیلی بالاتر این خطا یعنی یه جای انگار مثلا بیرون کادر ما این خطا اینجوری دارن میرسن به هم دیگه. یعنی دقیقا خطوط عمودی ما صاف نیستن یه مقدار زاویه دارن با هم دیگه. این توی عکس‌های معماری ممکنه مقدار بد باشه یه چیزی که میتونه عکسایی که از معماری گرفته میشه رو جذاب‌تر بکنه اینه که ما بیایم اتوورتیکال ورتیکال تیلت رو روشن بکنیم تیلت یه مقدار میاد چرخش انگار توی عکس وجود میاره وقتی اتوورتیکال رو روشن میکنید تلاش میکنه تا همه خطوطی که به صورت واقعی عمودی هستن مثل کنجای این کلبه خب اینا رو واقعا توی عکس هم عمودی بکنه یعنی صاف بکنه الان اینو رو توی این کادر ببینید نها کنید همه این خطوط رو سعی میکنه همون جوری صاف نگه داره توی کارهای معماری خیلی به درد میخوره مثلا شما میخواید یه برجی یه رندر بگیری از پایین توی خیابون وقتی اوتو ورتیکال روشن نیست این لبه های این بورس لبه های ساختمون یه زاویه با هم تشکیل میدن یه مقدار از جذابیتش کم میکنه اگه این اوتو رو روشن بکنی خودش میاد برای شما تنظیم میکنه این بخش شما بچا به صورت دستی هم میتونید تنظیم بکنید الان مثلا خودش عددی که پیشنهاد داده بوده روی دو دهم بوده من الان با این عدده بازی میکنم ببینید چه تغییری داره یعنی ممکنه رندر اولیه شما اینجوری باشه یه مقدار کج و کلاس ببینید خطوط عمودی با هم زاویه دارن خب اما وقتی بیایم با این پارامتر بازی بکنید میتونید هی به حالت عمودی نزدیکترش بکنید این حالت مثلا اگه عددشو رو خیلی زیاد بکنید یه مقدار اگزاجر میشه روی اتوکه که بذارین خودش یه حالت برایند خوبی براتون ایجاد میکنه خاموشش که بکنید عددشو رو هم میتونید ببینید که چقدر تغییر داده با هوریزونتال هم ببینید میشه همین کارو کرد که خطوط افقی بیان در راستا قرار بگیرن ولی ما با خطوط افقی خیلی کار نداریم یعنی اینا صرف باشن لنز شیفت توی همون حالت باشه بهتره تاثیرات لنز شیفت رو هم میتونید ببینید که چه یه مقدار میاد زاویه میده به نمایی که داره توی عکس دیده میشه من همه رو به همون عدد صفر میرسونم تا رندر ما بهتر دیده بشه و کادرمون پس چی شد اتو ورتیکال به ما کمک می‌کنه تا خطوط عمودیمون توی عکس هم و توی رندرمون هم واقعا عمودی باشه یه عامل دیگه هم ما داریم بچه که اینم گفتم توی این جلسه خدمتتون عرض بکنم پایین همون بخش فوکال لنس ما خب بخشی از تحت عنوان زوم کاری که زوم انجام میده چیه کاری مثل همون کراب کردن خب وقتی زوم روی عدد یکی یعنی همه چیز استاندارده یعنی کاملا شما میتونید با بازی با این فوکال لنس تغ... بچه فوکال لنس تغییر دادن این میلیمتر دوربین با زوم فرق داره خب به من مثلا این زوم میذارم روی 50 میل یا همچین کادریو دارم ببینم خب زوم انگار داره یه بخشی از تصویر رو کراپ میکنه ببینید تأثیری توی پرسپکتیو من نداره یعنی خطوط و زاویه ها همون جوری هستن فقط انگار شما کراب کردی بزرگش کردی یعنی زوم کردی همون عملیات عینا داره انگار زوم انجام میده خب اما تأثیری که فوکال لنز میذاره فرم می‌کنه من وقتی این عددو میبرم بالاتر با اینکه بذارم روی اون پنجاه میل و زوم افزایش بدن فرم میکنه گفتم زوم هیچ تأثیری توی پرسپکتیو نداره فقط انگار شما همون زوم دوربین چرخوندی یا عکس تو کردی عین همونه اما فوکال تغییر تاثیر توی پرسپکتیو هم داره یه مثال جالب دیگه هم که براتون بزنم از تاثیر فوکال توی عکسایی که ما با دوربین سلفی یا دوربین پشت گوشیمون میگیریم دقت کردیم وقتی ما عکس با دوربین سلفی میگیریم غالبا فکر میکنیم صورتمون داره بزرگتر میفته یا مثلا دماغمون بزرگتر میفته در اصل این به خاطر همون تاثیر عمق میدان یا همون فوکالنس دوربین جلو و پشته چون دوربین جلو دوربین سلفیمون یعنی دوربینیه که مقدار فوکالنسش کمتره این مثلا ممکنه دوربین 10 میل باشه نه 20 میل باشه هر چقدر این عددش پایینه باعث میشه که تا وسط تصویر یه مقدار درشت‌تر به نظر بیاد یا مثلا بینی ما بزرگتر از حد آدیش باشه نسبت وقتی که داریم با دوربین پشت میگیریم وقتی با دوربین پش میگیریم مثلا اون مقدار میلیمترش بالاتر مثلا میتونه 50 میل باشه 40 میل باشه وقتی با اون دوربین میگیریم خیلی صورت ما فلتر به نظر میاد اینم نکته یه که خواستم بهتون بگم اگه توی عکاس توی آتلی هم رفته باشین دیدین معمولا کسی که میخواد از شما عکس بگیره معمولا سه چهار متر با شما فاصله داره چرا چون عکسی واسه پورتریت جذاب که این مقدار میلیمترش مثلا حدود 50 تا 80 باشه توی این عکسی که قبل توی جلسه پیشم نشونتون دادم گفته شده گفته شورت تلفوتو بین 50 تا 85 میل باشه تلفوتو باز از 100 تا 200 میتونه باشه یعنی عموما عکسایی که قرار از یک فرد و از صورت گرفته بشه عکسایی یعنی که تو این بازی مثلا 50 تا 200 میل گرفته میشن و باعث میشه که خیلی صورت جذاب تر باشه یعنی صورت فلت به نظر بیاد یهو مثلا وسط تصویر یا وسط عکس ما که مثلا بینیمون قرار داره گرتر به نظر نره عکسایی که با سلفی میگیریم نشه تفاوت این فوکالنس رو میخواستم بهتون بگم که کجا احتمالا بیشتر درکش کردیم مطالب این جلسه هم تموم شد بچه ها امیدوارم از چیزهایی که خدمتون گفتم استفاده کرده باشین و خیلی خیلی خوشحالمون میکنین اگه فکر میکنین این مطالب برای کسی دیگه یا مفیده براشون بفرستید تا اونا بتونن استفاده بکنن و هم از گروه ما حمایت بشه خیلی ممنونم که نسبت به ویدیو ریاکشن نشون میدید وقتتون بخیر خسته نباشید